سرخط خبرها. حمله نیروهای جبهه مقاومت بالای طالبان در ولایت بدخشان. قتل یک امام مسجد در ولایت سمنگان. طالبان با یورش برگ رادیوی محلی در خوز 4 کارمند آن را بازداشت کردند. همزمان با مصادره 10,000 جلد کتاب از کابل، طالبان در هلمند نشست ترویج مطالعه برگزار کردند. نزدیک به 42,000 افغان با مدارک اقامتی در ترکیه زندگی می کنند. و مذاکرات برای بازگشایی مرز دورخم به نتیجه ماند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. قتل یک امام مسجد در سمنگان. مسئولان محلی طالبان در سمنگان از قتل یک عالم دین در ولسوالی خولم این ولایت خبر می دهند. تفنگداران ناشناس حوالی ساعت 8 دوشنبه شب 25 جدی شیخ شکور امام مسجد گذره محمد بیک ولسوالی خولم ولایت سمنگان را به قتل رساندند. به گفته منابع محلی، این عالم دین پس از ادای نماز خفتن، زمانی که به سوی خانه اش روان بود، در سایه چاردریاب در این ولسوالی به قتل رسیده است. گفته می شود شیخ شکور باشنده اصلی ولایت جوزجان بود. طالبان این رویداد را تایید کرده و گفتند که این امام مسجد با اسلحه کلاشینکوف و قتل رسیده است. فرماندهی امنی ولسوالی طالبان در خلم گفته که تحقیقات در این مورد را آغاز کردند. تا اکنون انگیزه این قتل روشن نیست. این در حال است که حدود 2 ماه پیش تفنگداران ناشناس دو روحانی شیعه به نام های خادم حسین هدایتی و رجب اخلاقی را در نای 13 شهر هرات ترور کردند. طالبان با یورش به رادیوی محلی در خوز 4 کارمند آن را بازداشت کردند. منابع محلی در خوز گفتند که جنگجویان طالب به رادیوی محلی در این ولایت یورش برده و چندین کارمند آن را بازداشت کرده و تجهیزاتش را شکستاندند. منابع به روزنامه 8 صبح تایید کردند که این رویداد حوالی ساعت 12 چاشت روز سه‌شنبه 26 جدی در مرکز این ولایت رخ داده است. بر روایت منابع، جنگجویان فرماندهی امنی طالبان برای این ولایت با زور برای دوی انفم وارد شده و 4 کارمند آن را به شمول یک خبرنگار، 2 گرداننده و 1 کارمند اداری را بازداشت کرده و با خود بردند. طالبان با ورود به این رسانه محلی نشرات آن را قطع کرده و تجهیزات آن را شکستند. در مورد هویت بازداشت شدگان و دلیل این هجوم جنگجویان طالبان جزئیات ارائه نشده است. حمله نیروهای جبهه مقاومت بالای طالبان در بدخشان. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان با سازماندهی و راه‌اندازی حمله چریکی بر مواضع دشمن در بدخشان، 3 طالب تروریست را هلاک و زخمی کردند. این عملیات نیمه های دوشنبه شب 25 جدی به گونه بر آسا بالای قطعه شارای گروه تروریستی طالبان در منطقه سبزی بهار ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان انجام شده است که هلاک یک طالب تروریست و زخمی شدن 2 طالب دیگر را در پی داشته است. در این عملیات که به گونه موفقانه و بر آسا انجام شده است، بر رزمندگان مقاومت ملی آسیب وارد نشده است. قابل ذکر است که جبهه مقاومت آزادی وطن از چنگ خونین تروریسم و اشغال را رسالت خود می داند. برای برپایی به این مقصود رزمندگان مقاومت ملی به مبارزه مسلحانه ادامه خواهند داد. گزارش بود از خبرگزاری مقاومت. همزمان با مصادره 10,000 جلد کتاب از کابل، طالبان در هلمند نشست ترویج مطالعه برگزار کردند. در حالی که فشارها بر مراکز انتشار کتاب در کابل با جمع‌آوری کتاب‌ها از سوی طالبان افزایش می‌یابد، این گروه در هلمند می‌گویند فرهنگ مطالعه باید گسترش یابد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اکس روز سه‌شنبه 26 جدی در رشته پست‌های در اکس گفته که مراسم را در هلمند به هدف تشویق جوانان و مطالعه برگزار کرده است. طالبان تا یک هفته گذشته هزاران جلد کتاب را از مؤسسات نشراتی و کتاب فروشی های کابل جمع آوری کردند. این گروه مدعی است که بر کتاب هایی که خلاف ارزش های ملی و عقاید اسلامی نباشد سانسور وزنه می شود. عتیق الله عزیزی معاون این وزارت گفته است طالبان هیچگاه بر کتاب هایی که خلاف ارزش های ملی نباشند سانسور وزنه می کند.
در همین حال شمار از کتابداران در کابل با ابراز نگرانی گفتند که ممکن است این دوند در ولایات مختلف کشور آغاز شود و طی آن صدها هزار جلد کتاب که مورد پسند طالبان نیستند جمع آوری شوند. از سوی هم شمار از شهروندان کشور این کار طالبان را برای فراگیری علم و دانش به شدت مضر می دانند و محکوم می کنند. نزدیک به 42 هزار افغان با مدارک اقامتی در ترکیه زندگی می کنند. اداره مهاجرت وزارت امور داخلی ترکیه می گوید که 41,978 هزار افغان با مدارک اقامتی در این کشور زندگی می کنند. رسانه های ترکی روز سه شنبه 26 جدی با نقل از اداره مهاجرت وزارت داخلی این کشور گزارش دادند که شمار شهروندان خارجی که به صورت رسمی در ترکیه زندگی می کنند با 1,107,302 تن در سال 2024 رسیده است. این اداره تصریح کرده است که شهروندان افغانستان با دریافت 41,978 مدرک اقامت در رده نهم درخواست کنندگان اقامت ترکیه قرار دارند. طبق اظهارات مهاجرت ترکیه، شهروندان ترکمنستان، روسیه و عراق به ترتیب بیشترین دریافت کنندگان مدرک اقامتی این کشور هستند. از جانب در گزارش آمده که ترکیه در سال 2023 و طی چند سال 2480 افغان را بازداشت کرده است. این اداره می گوید که در سال 2023 نیز بیشترین آمار بازداشت پناهجویان فاقد مدرک اقامتی مربوط به افغان ها بود. به گفته این اداره در سال گذشته 68,687 پناهجوی افغان در مناطق مختلف ترکیه بازداشت و برخی از آنان اخراج شدند. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شمار زیاد از شهروندان کشور به خصوص جوانان و نظامیان پیشین به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی راه مهاجرت را در پیش گرفتند. مذاکرات برای بازگشایی مرز تورخم به نتیجه ماند. سفارت طالبان در پاکستان اعلام کرده است که مذاکرات برای بازگشایی مرز تورخم برای موترها به نتیجه مانده است. استدان گذرگاه تورخم برای موترهای باربری امروز سه‌شنبه 26 جدی وارد چهارمین روز خود شد. طی این مدت زیانهای هنگفت مالی به تاجران و رانندگان وارد شده است. سردار احمد شکیب، کاردار سفارت حکومت طالبان در پاکستان به بی بی سی گفته که مذاکرات مسئولان دو طرف مرز به هدف رسیدن به توافق در این زمینه به نتیجه مانده است. او همچنین گفته است که طرف پاکستانی روی حفظ سیاست گذرنامه و ویزا برای رانندگان افغان پافشاری دارد، اما به قول وی این روند دشوار و زمانگیر است. قبلا توافق شده بود که رانندگان موترهای تجاری به صورت استثنایی می توانند بدون ویزا و فقط با داشتن برگه شناسایی در دو سوی این مرز تردد کنند.